بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله نور و هو مدبر الامور سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان فارسی زبان عزیزان در هر کجایی از کشور پهناور ما کشور زیبای ما افغانستان زیبا و در هر کجایی از کره زمین که هستید و برنامه خودتان برنامه روشنا را نگاه می میکنید انشاءالله همواره زهدمند و سلامت جانجور و تیار باشید به همراه فامیل محترم زندگی خوب و خوش داشته باشید با امید خدا انشالله عزیزان و محترمان یک شنبه بسیار بسیار زیبای دیگر است و باز هم در خدمت کشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری بزرگوار هستیم و از حضور ایشان استفاده میکنیم سلام علیکم خانم دکتر خاوری بسیار خوش اومدید بسم الله الرحمن الرحیم من سلام عرض میکنم به حضور شما و به حضور همه بینندگان محترم برنامه روشنا و آرزوی سلامت و صحت دارم برای تک تکشان در هر جای ای کاری خاکی که هستم تشکر از شما هم دکتر هم که بینندگان عزیز و محترم از ما هم میدانن بحث در روزهای شنبه بر مسئله بخشش و بخشندگی است و تا این شنبه که در خدمت شما بزرگوار و بینندگان محترم هستیم مباحث متعدد پیرامون بخشش و بخشندگی گفته شد و بس به سر موانع بخشندگی رسید چون هم دکتر ای که بخشندگی یک امر بسیار بسیار پسندیده است بر هیچ کدام از ما پوشیدن نیست و همه میدونیم و ای که چقدر توصیه شده در آیات در روایات در منابع و مصادر دینی از اصلا در فرهنگ مردم افغانستان بخشندگی یک امر بسیار پسندیده است و اصلا اگر که آیات و روایات را هم کنار بگذارم خود این مردم مردم بسیار بخشنده هستند و ما در تاریخ مردم و در بین مردم و در عرف و انعنات مردم موارد بسیار زیاده رو میبینیم از یکی ای فرهنگ یعنی فرهنگ بخشندگی در بین مردم وجود داره یک نفر که به خانه میایه و در خانه میایه اگر که فقیر و نیازمند باشه امکان نداره که دست خالی از در خانه مردم بره چون مردم عقیده دارن که باید حتما به دست سایل یک چیزی بدن و سایل را بدون ای که یک دست خالی اصطلاحا میگن از در خانه خود روان نکنند و ایره خوب نمیدانند ایره یک امر مبارک نمیدانند بدشگون میدانند میگن که خوب نیست اما میخوایم که در این برنامه خانم دکتر بحث بکنید از موانع بخشندگی چی میشه که گه اوقات گهگدار انسان افرادی را میبینه که ای افراد این کار را انجام نمیدن گرچه که خودشان میبینن که آیات بسیار زیاد در تایید روایات بسیار زیاد در تایید این مسئله آمده امر فطری است هر انسانی بخشندگی را دوست میداره و وقتی که یک نفر مقابل را میبینه که نیاز داره به کمک از تو چین کمک مادی باشه چه کمک معنوی انسان خوش میداره که دست یک همسایه خود را، یک یار خود را یک اولاد خود را خانواده خود را یک انسان را بگیره و او را کمک کنه اما چی میشه چه اتفاق میفته چه ویژگی های خلقی و شخصیتی در انسان شکل میگیره چه چی چیزهای عامل میشه برای که یک انسان بخشنده نباشه بله کاملا مقدمه شما کاملا مقدمه به بود خوشبختانه مردم ما مردمی بخشنده هستن بله بله. وقتی که تعریف میکنن پدر کلانا و مادر کلانای ما بسیار داستان ها و خاطرات از بخشندگی افراد ای که اصلا یک سائل که چه ارز کنیم یک مسافر وقتی نزدیک خانه یک شخص بیگانه میوه همین نان دادن و آب دادن چای دادن و اینها بسیار یک امر طبیعی است مردمان. اصرار میکنن برای که یک شب در خانه از ما بمون کاملا درست تو مهمان کنن. کاملا درست یک امر بسیار طبیعی است خوشبختانه این صفت در بین مردمان خوب ما وجود داره ولی اگر بخوایم این بررسی بکنیم که چه موانعی باعث میشه که بعضی از انسان ها این حالت را نداشته باشن و یا به قول خودمان خصیص باشن این موانع بررسی میکنیم که یکی از این موانع را جلسات قبل بررسی کردیم صفتی به عنوان صفت بخل بله بله. که ویژگی و آثارش را بیان کردیم الله امروز موانع دیگر بررسی خواهیم کرد یکی از این موانع بحث احساس تملک و مالکیت داشتن است ایست که خب من وقتی که در این دنیا هستم چیزهایی را مطمئنا دارم خداوند متعال نعمتهایی را به من بخشیده و من حس میکنم که مالک اینها هستم بلد. در صورتی که ما وقتی که نگاه میکنیم در مباحث خداشناسی خودمان یک بحثی داریم به عنوان توحید در مالکیت توحید در مالکیت چی میگه؟ توحید در مالکیت میگه که و لله ملک و سماوات والعرض یعنی هرچی که در زمین و آسمان هست مالکیتش مال اینه مال خداست مال من نیست پس بنابراین این احساس مالکیت داشتن احساس صحیحی نیست ما اگر بخوایم که به توحید مالکی، مالکیت نزدیک بشیم بنابراین باید احساس مالکیت را از خودمان کم کنیم که به مرور کاهش بدیم و به جایش احساس امانتداری را در خودمان جایگزین کنیم خب مشخص است که ما وقتی احساس مالکیت داشته باشم بخشیدن برای من سخت است حالا نمیگیم که ممکن نیست ولی سخت است وقتی که حس کنیم که این مال خود ما هست بخوایم به دیگری بدم و دیگه این مال را من ندارم دادن سختره انصافا و اگر حس کنم که من فقط صرفا امانتدار هستم این مالی که در دست من هست مال من نیست مال خداست و من امانتدارم وقتی احساس امانتداری در من به وجود بیاید اینجا ما راحت تر میتونم ببخشم امانت را برمیگردانم چون وقتی که انسان بخششی میکنه در واقع معاملش با خداست در واقع من مدارم امانت را به صاحبش برمیگردن وقتی تصور را داشته باشم که امانت هایی هستن اموالی که در از من که امانت های الهی امانت های خداوند هستند و صاحبی اموال اتفاقا بیشتر خوش میشه که من اینها را و دیگران ببخشم و بخشنده باشم خب بسیار بسیار تاثیر میذاره برای اینکه من با دل جام کار را انجام بدم و خوشحال هم شوم از این جهت چون من دارم امانت ها را برمیگردانم و با همین برگرداندن باز آثاری که شما فرمودید برای بخشش نصیب از من میشه کاملا درست است بنابراین اگر ما بخواهیم بحث توحید را در خودمان تقویت کنیم پس حس مالکیت را باید از خودمان دور کنیم درست مثال میزنیم مثل که فرض کنیم که همسایه ما مسافرت میره خانه و منزلش رو به ما سپرده خب این خانه و منزل هر رقم باشه فرشش و سایل خانه چون مال ما نیست برای ما هیچ فرقی نداره یا فرض کنیم که اولادش به ما میسپاره خودش وقتی مسافرت میره اینها هر رقم باشن برای ما فرق نداره چون نگاه ما اینجا نگاه امانتدارانه است ما صرفا مراقبت میکنیم از اموال همسایه تا ای که همسایه برگرده حالا این فرش خانه چی باشه پرده خانه چی باشه ظرف و ظروف خانه چی باشه خیلی اهمیت نداره صرفا یک باریست که به دوش از ما دیگه تا زمانی که نهایت زمان برسه و موره پس بدان کاملا درست این نگاه امانت داران است یا ای که در بانک ها حسابدار بانک مم. پول و پیس های زیادی دستش می شمار میکنه و میگذاره در خزانه بانک یا که تحویل مردم میکنه نگاه خوب حسابدار هم به این پول ها و پیسه ها به عنوان یک امانت داره چون مالک نمیدانه خودشه برش فرق نمیکنه که کم باشه زیاد باشه یا برش سخت نمیذاره وقتی که پول یک نفر برش پس میده می دشوار نیست برش میگه ای مال فرد هست ما باید کمی ندهی فرد بدون کاملا درسته و من امانت هستم فعلا دست است و هر شخصی که بیایم او پول و پیسش بهش تقدیم بنابراین این نگاه ها نگاه امانتدارانه داشتن به اموالی که در دست ماست بسیار تأثیر گذاره اینکه که من اهل بخشش بشم و بیایم یک روحیه رو در خودمان تقویت بکنیم که همیشه روحیه گرفتن نداشته باشیم روحیه ایره داشته باشیم که بتوانیم بخشش بکنیم بخشش کردن رو هم داشته باشیم چون وقتی که حالا فرض میکنیم که یک صندوق کمکی درست میشه ما به عنوان یک شخصی که از صندوق هستم سعی کنم که بخشندگی ما بیشتر باشه تا یکی ای از این بگیرم کلا این روحیه رو باید در خود ما تقویت بکنیم که بیشتر اهل بخشش باشیم آن نیاز نیست که او چیزی رو که ما میدیم بسیار یک مال زیادی باشه مال فراوانی باشه یک هر آنچه رو که داریم در وس امان است که میتونیم بخشش بکنیم باعث میشه که این روحیه رو در خودمان تقویت کنم. بکنیم و بخوام دکتر یه فرمایش شما یک مسئله است که بسیار ضروری است اما ایرم در نظر بگیریم که ما انسان ها ذاتا علاقه داریم که یک اموال را برای خودمون جمع بکنیم اصلا اون زمان که یک طفل کوچک هستم ما میبینم اطفالی هستن که مثلا برای خودشان یک اتاق یا گرفه جدا دارن یا یک صندوق جدا دارن سعی میکنه که در اون صندوق خودش هر چیزی که به نظرش خوب و زیبا میرسه رو جمع بکنه و داشته باشه بیشتر ما دوست داریم چیزهای خوب را برای شخص خود خوب جمع بکنم و این روحیه بخشندگی قطعا یک مقدار دشوار هست و شاید با مرور زمان و با سختی به دست بیاید دقیقا هم به همین شکل است ما در ما یک روحیه وجود داره که ما دوست داریم همه چیز رو برای خودمان بله بله. به خدمت خودمان بیاریم یا قول علما در انسان یک غریزه استخدام استخدامگری وجود داره دوست داره هر چیزی رو در خدمت خودش بیاره بنابراین بخشش کردن سخت میشه با این ها ولی خوبی ای قضیه است که انسان میتونه با تمرین کم کم و با آهستگی و با همین که نگاه خودش رو به جهان و دنیا انسانها تغییر بده میتونه قلبه پیدا کنه ما انسانهای زیادی رو میبینیم که این روحیه درشان وجود داره درست. بنابراین شدنیست میشه برای غریزه خودمون هم قلبه کنیم درست است بینندگان عزیز و محترم ما شماره تماس مثبت 964 780 255 جلسیزر عزیزان و بزرگواران فراموش نکنید همین الان هم میتونید اگر کدام سوال و پرسش از کارشناس محترم برنامه خانم خاوری بزرگوار دارید برای از ما سرق واتساپ روان کنید و یا اینکه در فضای مجازی کامنت کنید حتما سعی میشه به سوالات شما از پاسخ داده شو و همچنان اگر که کدام انتقاد یا پیشنهاد در مورد برنامه خودتان برنامه زنده و مسلم راوشنا دارید ان حتما با ما در ارتباط شوید انتقادات شما رو ما ببینیم بسیار خوشحال میشیم سعی میکنیم که رفع کنیم و پیشنهادات زیبای شما رو ببینیم بیشتر خوشحال میشیم سعی میکنیم که حتما در برنامه اعمال بکنیم با ادامه بحث در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری بزرگوار هستیم با موضوع موانع بخشش خانم دکتر خاوری یک چیزی که به عنوان تجربه ابدی از من رسیده و شاید دیگه دوستان هم تجربه کرده باشند است که خانم دکتر بسیار عجیب است که انسان وقتی که نگاه میکنه به پیرامون خودش افرادی که از لحاظ مالی یک مقدار وسع دارند وسعت مال دارند و حال و روزشان بهتر است بخشندگیشان کمتر است یک تجربه عجیب است چون انسان تصور میکنه اگر طرف مقابل مالو پیسه فراوان داشته باشه، هر چقدر بیشتر داشته باشه بیشتر هم به دیگران کمک میکنه، تصور ما است، اما میبینیم برعکس است در جایی که نیاز به با کمک باشه اتفاقا میبینیم انسانهای فقیر، انسانهای ندار، انسانهایی که پول و پیسه کمتر دارن انسانهایی که از جای پایین تر زندگی میکنن در محله های فقیر نشین، در زاغه ها زندگی میکنن در جایش که برسد در وقتش که برسن امینا بیشتر بخشندگی میکنن یعنی اگر که بیست افغانی داره با یک دل بسیار خوب و خوشحالی ده افغانی اما که میشه پنجاه درصد پولش است اما به دیگران بخشش میکن اما یک نفر ممکنه که صدها هزار افغانی داشته باشه اما اما ده افغانی را اصلا دلش نیایه که به دیگران بدم مثل ای را شاید متاسفانه زیاد دیده باشه بخشش را زیاد دیدیم ما انسان های بخشنده بسیاری در بین خودمان داریم ولی چون جای تعجبه است که چرا یک انسانی که سروتمند است به جایی که بخشنده تر شده بره ای اصطلاحا میگه خسیستر شده میره دستش خشکتر شده میره چرا ای اتفاق میفته؟ یک حسی در انسان وجود داره به نام حس بی نیازی ما اینو میدانیم که ما خودمان را خداوند متعال خلق کرده و ما سر تا پا نیاز هستیم و در بحث های تخصصی تر این نیاز بیشتر باز میشه که انسان لحظه به لحظه نیازمند خداوند متعال است ولی با اینکه ما اینقدر نیازمند هستیم یا به قول علما اصلا خودمان نیازیم نیازمندی را نگیم را ف... کاملا درست است نیاز نگیم که ما نیاز داریم ما خود نیاز هستیم اصلا خود فرق خدا را, را, را در نظر بگیریم غیر از خدا دیگه چیزی در این عالم وجود نداره کاملا درست با این حس با این واقعیت ام. ولی باز این حس بعضی ای وقت حس نیازمندی در انسان کم میشه وقتی که انسان مال بیشتری از این دنیا داشته باشه یا هر بهره دیگری داشته باشه بهره هوشی بیشتری داشته باشه سلامت سلامت داشته باشه ما سالم میگردیم فکر نمیکنیم که خب ممکنه هر آن ما سلامتی خودمان رو از دست بدیم و او وقت که انسان از دست میده میفهمه که چه نعمتی داره و چقدر نیاز داشته به اون نعمت و چقدر نیاز داشته به دهنده اون نعمت مم. بسیار به این نیاز پی میبره ولی به انسان وقتی که در دارایی در مال زیاد در بهره زیاد قرار میگیره دوچار قفلت از این حس خود از این نیازمندی میشه و یک حس بینیازی بهش دست میده و به قبل قرآن در در سوره علق آیه هفت خداوند متعال میفرماید کلا ان الانسان لیتقا ارعاه استقنا یعنی حقا که انسان سرکشی می کند همی که خودش را بینیاز و غنی فکر بکنه پس همی که انسان مال بیشتری داشته باشه احساس کنه در مثلا سلامت در پول و پیسه داشتن به دیگران فکر میکنه که نیاز نداره من الان که دارم دیگه دارم اینها همه متعلق به مست <applause> و اینها را دست نمیدم این روحیه باعث میشه که پس انسان یک حس به قول قرآن یک حس تقیانگری و سرکشی بهش دست بده حس بکنه که همه چیز از آن من است من خوشبختم همه چیز را دارم و اینها را از دست نمیدم ولی متاسفانه این حس باعث میشه که انسان او حس بخشندگیش هم کمتر شود چون این حس سرکشی باعث میشه که انسان به دیگران نده فکر نمیکنه که من ایره از دست میدم و فردا ممکنه که نیازمند به دیگران شوم داشتن اموال دنیوی این حس را به انسان میده وقتی انسان داره یک همچنان حس بینیازی بهش به دست میده ولی جالب است که باز در قرآن سوره انعام آیه چهار خداوند متعال میفرماید که شما خب این که نیازمند، نیازمندی در قرآن بسیار زیاد آمده و این که شما بالاخره این حس نیازمندی رو پیدا میکنید بالاخره مراقب باشید نیازمند هستید خداوند متعال میفرماید حتی اذا فرحو به ما و تو هم بقتتن هم مبلسون یعنی چی تا هنگامی که به آن چه داده بودند شاد گردیدند ناگهان از, آنها گرفتیم مم. آنان را گرفتیم و یک بار ناامید شدن آیه شریف قرآن می فرمد که اگر هم دارید اگر هم دارید بالاخره اینها گرفته می شود بنابراین نتیجهش این که ما خودمان بیاییم ببخشیم به دیگران قبل از اینکه او از ما گرفت گرفته, شود, شود و او حس ناامیدی به ما دست بده بالاخره ب... یا باید خودمان بدهیم اگر ندهیم اینها گرفته میشه ما میدانیم که خب کسی که از این دنیا میره به دنیای دیگه با خودش مگر چی میبره هیچی نمیبره هر آنچه که از اموال دنیاوی جمع کرده و ذخیره کرده در این دنیا باقی میمانه و خودش تنها یعنی روحش پرواز میکنه حتی به حتی میگن که انسان کفنی خود میبره ما حتی جسم خود را برده نمیتونیم چه برسه به کفنی کاملن. هیچ چیزی نمیبریم خالی میمانه همه چی میمانه بنابراین خب چه بهتره که تا فرصت داریم بدیم بخشش بکنیم بخشش ها هم حتما قرار نیست که پول ها و پیسه های بسیار باشه همین که من به یک نفر یک قلمی بدم همین که او نیاز به کمکی داره من بهش کمکی بکنم همین بزرگترین بخشش است چون بخشش ها با توجه به وسعت توان مالی مالی و بدنی و جسمی و هر چی که هست با توجه به او سنجیده میشه بنابراین من ما اگر مال کمی دارم اگر مقدارش را سعی کنم که ذخیره کنم و برای رو افرادی که نیازمند هسته بدم همین بزرگترین بخشش است برای, من، برای منی که ندارم بخشش زیادی محسوب میشه بنابراین میزان مهم نیست مهم آنچه که هست یکی من تعلق به آنچه که دارم چه کم چه زیاد تعلق به اینها نداشته باشم هر موقع نیاز باشه هر موقع فردی از من بخواد و بتونم در اختیارش قرار بدم بزرگترین بحث در داشتن مال و اموال است و بخشش کردن درست است پس اگر که بخوایم یک جمبندی برای بینندگان عزیز داشته باشیم است که تصور نشوه که ما وقتی که در غنای مالی هستیم در سلامت جسمی هستیم وقتی که خانواده بسیار خوب و سالم داریم اولاد بسیار زیاد داریم پس چون نیازی به دیگران نداریم پس نیاز به بخشش هم نداریم چون یک نفر شاید بخشش بکنه برای که در روز فقرش در روز نیاز و در روز فاقش یک نفر دیگه او رو کمک کنه من نیاز نمی بینم الحمدلله زندگیم بسیار خوب است پس بخشش نمی کنم ای را در نظر داشته باشیم که این مال اموال از ما اولادای از ما زندگی از ما پول و پیسه از ما اینها در واقع هیچ کدام از ما نیستند نیست. و ممکنه که هر لحظه از ما گرفته شوند همطور که شما در آیه بسیار زیبای قرآن تلاوت کردن هر لحظه ممکن از ما گرفته شود پس بیاییم این صفت و روحیه بخشندگی رو در خودمون تقویه کنیم امانتی که خداوند در دست از ما قرار داده زودتر به صاحبش برگردانیم بسیار تشکر خوب خانم دکتر اگر این مورد تموم شده که باز مورد بعدی یک سخن زیبای از امام حسن مشتبا علیه السلام که ایشان به عنوان کریم اهل بیت مشهور هستند در بین درست است بله. از ایشان میپرسند که چرا هر سائلی به شما و فقیر به شما مراجعه میکنه شما دست رد نمیزنی به سینش ایشان یک صحبت بسیار زیبا و بسیار قشنگ دارن میفرمایند که من خودم سائل و نیازمن و فقیر درگاه خداوندم مم. و من شرم دارم با اینکه خودم یک انسان فقیر هستم سائل را رد کنم و خداوند مرا به من یک عادتی بوده که نعمتهایش رو بر من داده به صورت هست دیگه من کاملا میدانیم دیگه از صبح که ما بلند میشیم اصلا غرق در نعمت های غرق در شمارشش بندستم. ممکن بلد. نیست نعمت های خودش به من داده و من نیز پس در برابر و من نیز در برابر اون معتاد شدم یعنی باز من همین حس و همین سنت رو گرفتم که اون نعمتی رو که خودش به من داده من بدون به مردم بدم و ترس از او دارم که اگر این عادت خودم رو ترک بکنم خداوند متعال نعمت‌هاش رو بر من ترک بکنه دادنش. را. سخن حضرت بسیار سخن زیبایی بله. یعنی همین حس نیازمندی ایشان میگه من خودم نیازمند به خداوند هستم او در به من میده من که دارم میگیرم باز به دیگران ندم سر جالب است انسان است دیگه انسان عادت میکنه به این نعمت ها فکر میکنه که اینها دیگه از آن خودش است و دیگری نیست اتفاقا خانم دکتر خواری بزرگوار همین مفهومی که ما نیازمند هستیم و ما فقیر هستیم بسیار تاکید شده و بسیار زیاد در روایات از ما یاد برده شده ازش نام برده شده امام علی علیه السلام هم در فرازهای بسیار زیاد در نهج البلاغه میبینیم که تاکید میکنه ان الفقیر در مناجات هایی که با خداوند داره ان الفقیر و انت الغنی یا در قرآن عظیم که دعایه است که یا ایوه الناس انتم الفقراء الله شما فقیر هستید به سوی خداوند ما در واقع تو که شما فرمودید هیچ چیزی از خودمان نداریم بسیار عجیب است که ما که هیچ چیزی از خودمان نداریم و هر چیزی که در دستمون امانت است باز دا در پس دادن امانت چقدر برای ما ممکن سخت تمام شده است کلا این واژه فقر و نیازمندی در اعتقادات ما حالا بسیار یک واژه مهم است خیلی تاثیرگذار است در اعتقادات ما و همینطور در عملکردهای ما نمونش همین بحث بخشش ما اگر او احساس نیازمندی و فقر در خودمان داشته باشیم و این خب بالاخره هر چی به دست میاریم امانتی است از جانب خداوند فکر میکنم دادن و بخشندگی برای ما بسیار آسانتر باشه در این او سختی که داره باز آسانتر میکنه این نیست خب در حد پنج یا شش دقیقه بیشتر فرصت نداره مگر که جمع بعدی میفهمم یا موضوع بعدی را میفهم. من موضوع بعدی را بسیار مختصر اشاره میکنم مانع پس یک مانع بخل بود که بررسی شد بلد. مانع بعدی احساس بینیازی در انسان بود احساس تملک و مالکیت داشتن یک احساسم یک بحث فخر فروشی است یک مانع بحث فخر فروشی هم میتونه یک مانع باشه که من نتانم انسان بخشنده ای باشم اه اگر بخوایم در رابطه با فخ فروشی بگیم در قرآن هم داریم که ان الله لا با کل مختال فخور الذین يبخلون و يأمرون الناس بالبخل این چی آیه داره میگه که خداوند انسان فخ فروش رو دوست نداره چرا دوست نداره ادامه آیه میگه میگه چون اینها چیان همونا اینا کسایی این که بخلی میورزن حالا خودشان که بخل میورزن هیچی و دیگران را هم به سمت بخل ورزیدن امر میکنند مرون ناس دیگران را هم به سمت پس بنابراین یک مانع برای بخشندگی یا یک عامل برای بخل و خصاصت است که انسان چی باشه؟ شخصی فخر فروش باشه خب میبینیم افرادی را که خب الله که تعدادی افراد بسیار اندک هستند که به وسیله مال خودش به وسیله علم خودش به وسیله هر چیزی دیگه که اولاد داره خودش اولاد بچه داره فکر میکنه دیگه خدا رو بنده نیست و به او وسیله فخر فروشی ام. میکنه به دیگران ام. که به عنوان نمونه که شما فرمودید من اولادهای پسر بیشتری دارم و دیدیم افرادی که با این وسیله یا مال بیشتری دارم در دنیا یا علم بیشتری دارم سواد بیشتری دارم و این وسیله نسبت به دیگران فخر فروشی میکنن خب این فخر فروشی با اسمشه که من بیشتر سعی کنم جمع کنم ذخیره کنم برش اضافه کنم که بتونم فخر فروشی مم. کنم و خودم در مقابل دیگران نشان بتم بنابراین باعث میشه که انسان به دنبال بخل بره و نتانه بخشش کنه و در رابطه با فخر فروشی خب یکی همیست که در قرآن مجید آمده که خب خداوند متعال ای شخص را به این عنوان دوست نداره و خب ما میدونیم خود ما انسان ها هم دوست نداریم تا برخورد داشتیم با افرادی که فخر فروشی داشتن نسبت به مال خودشان نسبت به اولادشان و چیزهای دیگه ولی خب حس خوب در ارتباط با اونها به ما دست نمیده بنابراین دوست داریم که خیلی نزدیکی افراد نباشیم بله بله این از بحث فخفروشی و بحث دیگه هم هست که بسیار خلاصه میگم مال پرستی و زیاده خواهی انسان بسیار دوست داره که جمع کنه ذخیره کنه برای خودش و یک حسی که در انسان هست از همون بچ... دوران بچگی و کودکی در انسان وجود داره دوست داره که هر چیز خوردنی اسباب بازی یا هر چیز دیگه برای خودش باشه وقتی که دوستش یا یک بزرگتر دیگه ازش میخواه او رو بده سعی میکنه که ممانعت کنه از دادنش بنابراین این ای حس وجود داره در ما ولی خب با سعی بکنیم با همین بخشندگی این حس را از خودمان دور کنیم بنابراین میخواستیم بگیم که در جنبندی بخشش کردن نیازمند به یک سری عوامل است عواملش را باید داشته باشیم و همینطور یک سری موانع هم داره سعی کنیم این موانع را کنار بزنیم تا اینکه بتوانیم یک انسان بخشنده شویم درست است بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خاندکتر دکتر بزرگوار بسیار استفاده کردم از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه زنده مستقیم روشنا بودید یک دو بیت برای شما عزیزان تقدیم میکنم و بعد از خدمت شما عزیزان مرخص میشیم شاعر بزرگوار میگه که در زمین دیگران خانه نکن کار خود کن کار بیگانه نکن کیست بیگانه تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو تا تو تن را چرب و شیرین میدهی گوهر جان را نباشد فربهی به لحظات ملکوتی ازان زهر با فوق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم عزیزان و بزرگواران ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید به امروی کارشناس محترم خانم دکتر خاوری از حضور شما عزیزان مرخص میشویم در پناه خداوند مهربان باشید الله الله الله